درود بر شما. با 180 ثانیه سه‌شنبه 20 خرداد ماه ما رو همراهی کنید. یک مجروح جنگ ایران و عراق که روز یک شنبه در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه اقدام به خودسوزی کرده بود، ساعتی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. آقای آزادی دارای همسر و سه فرزند بوده و گفته می شود مبلغ وام مورد درخواست او 8 میلیون تومان بوده است. دولت ونزوئلا میگوید تهران هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه برای مقابله با کووید 19 به این کشور آمریکای لاتین فرستاده. آنطور که وزیر برنامه‌ریزی دولت نیکولاس مادورو گفته، انواع مختلف کیت‌های تست کرونا بخشی از مسئولیت‌ها بوده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید یک ایرانی به زودی به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل و افشای محل استقرار و تردد قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه اعدام میشود. این فرد محمود موسوی مجد معرفی شده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه توسط ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده است. بانک مرکزی ایران با انتشار دستورالعملی گفته حمل و نگهداری ارز توسط اشخاص حداکثر تا سقف 10,000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. بانک مرکزی میگوید برای نگهداری و یا حمل مبالغ بیشتر از مقدار ارز مشخص شده توسط افراد، سند مؤسسه اعتباری، رسید معتبر و یا اظهارنامه گمرکی نیاز است. دستگاه رهبری کره شمالی در نشستی که با حضور خواهر کیم جونگ اون رهبر این کشور و یکی دیگر از مقام‌های ارشد حکومت برگزار شده، دستور به قطع خط ارتباطات و تماس‌ها با سئول داده است. دستور تازه پس از تهدید پیشین کره شمالی صادر شده است. پیونگیانگ خواستار جلوگیری از ارسال اعلامیه‌ها و برگه‌های تبلیغاتی ضد حکومتی به دست فعالان مخالف در همسایه جنوبی شده بود. سازمان جهانی بهداشت میگوید با وجود نشانه‌های امیدوارکننده از جمله در اروپا، اما روند همه‌گیری کووید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید در مسیری کاملا صعودی قرار دارد. اظهارات تازه مقام‌های سازمان جهانی بهداشت در کنفرانسی خبری در زمانی مطرح شده که موارد ابتلای اعلام شده روزانه به این نهاد به 136 هزار نفر رسیده است. دادگاهی در شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتای آمریکا برای دریک شاون، افسر سابق پلیس که حدود 9 دقیقه زانویش را روی گردن جورج فلوید فشار داده بود، قراره وثیقه 1,250,000 دلاری صادر کرد.